ایشون در دختر بودن به مرحله رسید که معصوم در حق ایشون پیامبر فرمود ام ابیها، این دیگه برای ما مادر شده. حالا بعضی از دختر خانم ها تو خونه زندگی صبح تا شب فقط محل استرس وارد کردن به خانواده، هی اعضای خانواده باید نگران باشن که چه مشکلی میخواد به وجود بیاد، کجا رفت، کی اومد، چه اتفاقی افتاد. بابا یه خورده درک کنید پدر مادرتون رو، متوجه نیستید؟ او تجربه داره، او هر روز تو این جامعه داره میچرخه، خبرهای بد میشنوه. 10 دقیقه شما دیر میای خونه، فکرش 1000 راه میره. اگه نگران شماست چون شما رو دوست داره. اون آقا پسری که تو خیابون با شما آشنا شده یا به هر طریق دیگه با شما آشنا شده، او یه نگاه جنسی به شما داره، یه سری هورمونا تو خونش ترشح شده، علاقه پیدا کرده شما. مگر کی میشه حالا میرن پدر مادر میرن بچه‌ش رو بعد 20 سال نمیشناسن چه جور آدمیه؟ تو کنار خیابون یه دقیقه رد میشینی شناختیش؟ میو در تو زندگی با تو میخورد آقا دست مریضو چی تو مایل مغیب داری شما؟ حرف پدر و مادر رو گوش بدید، براش ارزش قائل میشید. به واسطه اون ولایتی که بر شما دارن حتی یک جاهای حسای درستی دارن. ما روایت داریم که برخی از مؤمنین بعضا یه حرفی رو میزنن که شما خیلی دنبال دلیلش هم نمیتونی بگردی پیدا کنی. ما در روایت داریم که برای این حرفا ارزش قائل بشید که روح مؤمنین آگاه میشه از بعضی از اخبار در آینده. پدر کشتگی که با تو نداره که، پدرته، مادرته، نگرانته. ما قراره با احترام به پدر و مادر، احترام و ولایت پذیری از معصوم رو یاد بگیریم. من با خودمون خیلی همون هم پدر مادریم هم پدر مادر داریم، قبولم داریم همه حرف پدر مادرها درست نیست، معصوم که نیستن، اما با پذیرش این حرف ها، با دقت در این حرف ها، حتی یک جای حرف خطاست، با احترام این رو رفتن گفتن به بزرگتر، محبت اون بزرگواران به ما بیشتر میشه. وقتی شما به پدر و مادرت احترام گذاشتی، به غیر معصوم احترام گذاشتی، تازه اون موقع میفهمی پدر مادر حقیقی، پدر حقیقی انا و علی ابا و حاضر و پیامبر و امیر المومنین و مادر حقیقی همه ما حضرت زهرا سلام الله علیها چطور دل بر ما میسوزونه. اصلا شما با پدر و مادر خود تمرین میکنی که چجوری تو رکاب امام زمان بشی. اصلا شما با پدر و مادر خود تمرین میکنی که چجوری تو رکاب امام زمان بشی.